هموطنان عزیز سلام و درود بر شما. جنگ چرا از خشکه به دریا کشیده شد؟ جنگ غزه شعبه خود جدا کرد، یک جبهه جانبی باز شد در دریای سرخ. کارزاری که در بستر دریای سرخ در جریان است از طرف امریکا اینطور افاده میده که یورش بر یمن قریب الوقوع باشد و وضعیت کشتیرانی و بندش کشتیرانی در باریکه باب المندب ایران میگه که اگر یمن کنترل نکنن، مانع نشوند، کل نظم کشتیرانی جهان برهم میخورد. بنابراین به می خاطر من کلمه قریب الوقوع را به کار بردم. در این حال کشتی های تسلیحاتی هند گفته شده که به مقصد اسرائیل روان است. یک وضعیت عجیب است، چون این جنگ تنها جنگ اسرائیل و غزه نیست. ما از ابتدا این مسئله را مطرح کرده بودیم که جنگ چندین کشور بر ضد چندین کشور و جنگ تقریبا قدرت های آسیایی بر علیه قدرت های غربی است. این دریای سرخ بیشتر از 2000 کیلومتر درازا دارد. 30 کیلومتر عرضش است. عرضش چندان زیاد نیست. خب عمقش 3000 متر است، یعنی با این عمق میتونم مسیر اصلی کشتی های بسیار بزرگ کانتینر بر باشد. 5 کشتی تا حالا توقیف شده. یکی از کشتی ها پر از اسید سلفوریک است که در برای مقاصد خاص استفاده شده میتونه، پیش حوثی ها سالا. از این مجرا روزانه 4 میلیون بشکه نفت عبور میکنه. کشتی ها بیشتر رو به طرف اروپا دارند و در کل 6% اقتصاد جهانی از این مسیر مثلا خروجی پیدا میکنه. ما این مسئله را مطرح میکنیم چون وضعیت در اونجا ساعت به ساعت که گزارش شده وضعیت داغ است و در عین حال غیر قابل منتظره. من از مسئول بخش تحلیل و ارزیابی جمهوری پنجم خواهش کردم که آخرین یافته ها و داده ها را با ما در میان بگذارد. پامیر مامون حالا با ما در برنامه همراه است. پامیر، آخرین یافته ها چی است؟ سلام بر شما و بینندگان عزیز. طبق آخرین گزارش ها، ائتلافی که امریکا به وجود آورد و ایجاد کرد هنوز هم در حال سامان دادن هستند. اونا هنوز در کشتی های جنگی ائتلاف دیجا مستقر نکرده. البته کشتی های جنگی امریکا که پیش از پیش اونجا بودن، قبلا هم اونجا مستقر بودن، از جمله یو اس اس میسون که چند بار با راکت های یمنی ها البته رهگیری هم کردن، اونا فعلا در اونجا هستن، اما ائتلاف هنوز هم در حال سازمان دادن خود هستن. آمریکا منتظر است تا یک بتونه که بعضی از کشورهای خلیج فارس یا کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان سعودی را قانع بسازه که در ائتلاف شامل شود، اما عربستان رد کرده، گفته که ما وارد از ائتلاف نمیشون بخاطر که اونا تازه یک آتش بس مقعد با یمنی ها و ایرانی ها دارن، نمیخواین او را نقص بکنن. در صورت دیگه یمن هم اعلان کرده که چیز از اونا تمام آمادگی ها را دارن. طبق آخرین گزارش، البته از خود یمنی ها اعلان نکردن، اما طبق آخرین گزارش از منابع مختلف، یمن هم همون نقاط سواحلی خود که هم سرحد از با دریای سرخ، اونا هم سنگرهای خود قوی ساختن، قوی تر ساختن، محکم تر کردن و دیگه راکت ها و اینایشان پیش از پیش فعال است. در مسئله عربستانی است که امروز پیش از اینکه تا حال کدام جنگ چیز در نگرفته، اما یمن یک پیام داد به عربستان، گفته بود تنها کافی نیست که شما در ائتلاف شامل نمیشین، کوشش بکنین که خاکتان به زد ما استفاده نشه، به خاطر که در عربستان پایگاه نظامی امریکا است و امکان داره که در صورت جنگ از پایگاه نظامی خود امریکا از خاک عربستان استفاده بکنه و بیا یمن رو بمباران بکنه. به یمن اخطار داده که در صورتی که این کار شود، ما خودم پایگاه رو در خاک عربستان میزنیم و امکان داره خود عربستان هم به نقاط شو. یعنی نقاط مهمی هم راه ترانزیتی شه یا تمام چیزایی که در عربستان به زد ما استفاده شده ما رو بمباران میکنیم. از صورت دیگه خب بحرین در وارد از ائتلاف شده، یگانه کشور خاورمیانه ای که وارد از ائتلاف است بحرین است که بدون چون چرا وارد شده و بحرین خب اون یک مسیج از طرف یمن برشان داده شد که مردم دعوت کرد که باید مردم بحرین پادشاه را سرنگون بکنن. یکی یمن چرا بحرین چرا یک اقدام کرده تا فعلا معلوم نیست، اما متحدین دیگه امریکا از جمله امارات و قطر که هنوز اونا وارد از ائتلاف نشدن. دیگر ائتلافایی که بجات به وجود آمده از کشورهای اروپایی است،
از جمله آلمان و فرانسه و انگلیس، اما اونا هم هنوز هم کشتیهاشون اینجا مستقر نشده و فکر میکنم که هنوز هم اینا در حال سازمان دادن امی ائتلاف هستند. در دیگر مورد در خود نزدیک باب المندب، نزدیک یمن، اونجا جیبوتی است، کشور کوچک، در اونجا پایگاه امریکا است، یعنی رو در روی ارتش انصار الله در پایگاهشان. و در جیبوتی اگر امریکای اونجا نیروهای تهاجمی را مستقر کرده باشد چی میشن؟ در جیبوتی یک پایگاه امریکا هست. خب جیبوتی یک کشوری است که در همین دریای سرخ، وقتی که جیبوتی و یمن را جدا کرده، یمن در طرف شرق ازی است، دریای سرخ است و جیبوتی در طرف غرب است، همون تنگه باب المندب که ما میگیم. خب در جیبوتی هم امریکا یک پایگاه نظامی داره و هم چین هم بندر کرایه گرفته، بندری که در باب المندب است، از جیبوتی مربوط جیبوتی میشه، اما چین دو حساب کار داره، مسئله چیز است، تجارتی است، اما امریکا یک پایگاه اونجا داره، اما در صورت لزوم که اگر جنگ در بگیره، امریکا جنگ مستقیم شده، امکان داره که یمن وارا بزنه یا امکان داره که اینا یمن از جا بزنن، اما او فایده نداره به خاطر که یک پایگاه است و یمن میتونه که قابلیت ازیر داره که راکت های را پرتاب بکنه که او پایگاه را منهدم بکنه، اما در صورت از اینکه جنگ در بگیره زاد تشویش اینا میباشه که اگه دیگه خود قد راکت بزنه، وقتی که جنگ در بگیره دروازه بسته میشه، سایه تجارتی که از سایه جنگی میشه، بعد از باز کل جهان از نگاه تجارتی ضربه میخوره و کسی ایران نمیخواد. برای او جیبوتی که از یک پایگاه بسیار مهم امریکا است، به خاطر که رو بر روی انصار الله است و در مقابل انصار الله دیگر کدام پایگاه اینا ندارن نزدیکش، اما بسیار اون یگانه جایی که اونا را دارن امو است، اما او هم در خطر است به خاطر که جیبوتی از چند کشور زیر خطر است، هم سومالیا سر از او داوی است، هم حبشه ایتوپیا سر از او داوی است و هم اریتریا که یک کشوری است که البته خودش بسیار با امریکایی ها نزدیک است، اما اونا هم سر از او داوی است، خب، اما در صورت جنگ رو زدن میشه. مسیرهای دیگه هم است، مثلا تدارکات نظامی و لوجستیکی، قرار گزارشات که از منابع اطلاعاتی ایران میه، تدارکات لوجستیکی و نظامی ترکیه و بنادر اسرائیل از طریق دریای سیاه و بحیره مدیترانه شب و روز در جریان است. بله کشور اسلامی ترکیه که تا دین روز دستمالا که فلسطینی ها را گردن خود انداخته بود اردوغان و چی نمی گفت، بله حال گزارش به این شکل است. همچنان کشتی هایی که از طرف هند تسلیحات میبرند به اسرائیل، اینا چی دنیا و چی ترتیب اینجا خودم وارد یک جنگ تو در حال وقوع ساختن، ترکیبش هیچ آدم نمیفهم. خب موضع ترکیه و مصر در این جنگ تقریبا مشابه است، این کشورهایی هستند که نمیتونن که یک طرفه بازی بکنن، نیاز دارن که باید با هر دو طرف بازی بکنن، به خاطر که موقعیت جغرافیاییشان در نقطه ای است که به هر دو طرف اینا نیاز دارن. در صورت خب ترکیه خب معلوم است که از نگاه موقعیتی اینا نمیتونستن با روسیه باشن یا با ناتو باشن، حتی در اوکراین هم اینا به اوکراینی هم سلام میدادن، هم میرفتن که از روسا معامله میکردن، کوشش میکردن که دیپلماسی دو طرفه بازی بکنن. در مسئله از اینکه اینا به اسرائیل تیل و گپا روان میکنن، تجارت میکنه ترکیه بازون، خب اینا میتونه در حال فعلی بخاطر که انصار الله خود خاور میانه است، اونجا حزب الله است، اما حزب الله تک موضعی مثل این چیز اعلان نکرده، مثل انصار الله که بگه که ما کشتی های ترکیه را میزنیم نمیمانیم که با پورت حیفا بره، برای فعلا البته یک گپ است، در آینده ای که جنگ حزب الله و اسرائیل در بگیره امکان داره که یک مالات هم بزنن. از او حساب ترکیه که هست این کار ادامه میده، بخاطر ترکیه زیر فشار امریکا هم است دیگه، خود از اون از نگاه اقتصادی باید یک مالات ادامه بده و اگر نتا باز بسات هم خساره میکنه و هم به اقتصادش ضربه میزنه و ترکیه دیگه آلترناتیو نداره، باز از او خاطر از او که دسمال میپرتن دیگه دیگه، خب مثلا او شو است، او نمایش است که نشان بدن ما کشور اسلامی هستیم، ما طرفدار فلسطین هستیم، در حقیقت کل از یا دشمن حماس است، بخاطر که کل از یا میفهمه که پیروزی حماس آینده خود از یا رو به خطر میندازه. خب، حال سخنرانی که رهبر حوثی ها کرد، عبدالملک الحوثی، بله سخنرانی از این ضد امریکایی و ضد انگلیسی بود، یعنی بله آدم میتونه بگوید که نسخه ثانوی سخنان سید حسن نصرالله بود که چند پیش ما شنیدیم. بله بله مگر یک نکته داشت که توجه مرا جلب کرد. رهبر یمن گفت که اسرائیل و امریکا را ما به گریه می اندازیم. یعنی سید حسن نصرالله خیطور نگفت، اما ای گفت، یعنی خب وجه مشخصه رهبر اوسی چی است اینجا؟ خب اینا در خب یکی خو یمن در یک نقطه جغرافیایی بسیار اساس و کلیدی قرار داره، حزب الله در یک نقطه قرار داره که از نگاه کلیدی
چندان چیز که منطقه شان چندان منطقه کلیدی در حساب از اینکه کل جهان به تاثیر خود بندازه نیست، اما یمن یک تنگه را دست داره، تنگه تجارتیه که بیشترین تجارت غرب و شرق از این یک تنگه میشه. بدون ازی اگه تنگه مزدود شود دیگه راه دیگه شمو افریقا رو دور زدن است که تقریبا 13,000 کیلومتر اضافه میکنه در سفر یک کشتی. و اینمی تنگه باب المندب و اینمی کانال سوئز است که بحر وصل میکنه، دو جهان وصل میکنه به حساب تجارت. اینا لی چرا میگه ما امریکا و اسرائیل با گریه میندازیم؟ اسرائیل خب پیش از پیش اقتصادش رو ویران کرده تا یک حدی، و حالا امریکا میخواد که چیز اقتصاد خود از یک حساب منافع خود از نجات بده به حساب ائتلافی که آورده. اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و اینا یک بار یک موضع در مقابل امریکا بگیرن، بگن ما که امریکا در جنگ هستیم، تمام کشتی امریکایی را مسدود بکنن، در زدن شوند در دریای در بحر عرب، در خلیج عدن، در دریای سرخ. ای بسیار خطرناک است. بخاطر ازی به این معناست که دیگه باز کسی از کشتی های امریکایی نمیتونه که به طرف خاور میانه بیه. از او حساب برای بجای ازی که باز برم به طرف دبی، که دبی هم البته همون تنگه هرمز که ما میگیم او در دست ایران است. ایران خود موضع مستقیم هیچ وقت با امریکا نمیگیره، بخاطر اینکه جنگ ها نیابتی است، اما در یک حساب برای سر امریکا بسیار فشار میارن. این حال کپیتالیزم که اصلا کپیتالیزم منافعش در دریا است، چون می دریاست که می تمام انتقالات صورت میگیره و دیگه هوا. یعنی از سابق تقریبا از 300 سال آخر که می کپیتالیزم به شکل اروپایی شکل گرفته، اینا می راه های دریایی بود که می کپیتالیزم می رافتن کالا و اینا رو به هم دیگه وصل کرد، بالاخره می جهان اقتصاد گلوبالایز شده به وجود آمد. وقتی که این تنگا زیر تاثیر قرار میگیره و یعنی یک چیزی که تو نرمال روان است به شکل عادی است، یک دفعه یک از این بند شوه، این مثل عزیز که شما دیگه همون نظم اقتصادی را برهم میزنین و یک بحران اقتصادی به وجود میره، هم در داخل کمپانی ها هم در داخل کشورها تو ضربه میزنه و کل چیز بی‌نظم میکنه. خب ایران که است پیش از پیش موقعیت از یمن درک کرده بود و همین مسیجی که دان از اینا ماندن که میگن که ما امریکا و اسرائیل با گریه میاندازیم، این مسیج ایران است، یک چیزی است که ایران در زبان حوثی ها مانده که شما میتو ببین به خاطر که مسیج است. اینا اگر خب یا حوثی ها که به یک تهدید خود تبدیل شدن در حساب از اینکه اقتصاد جهان به خطر بندازن، خاصا اقتصاد غرب، به خاطر که اینا جزء ائتلاف شرق هستن، اون فرض مثال کشتی های چینایی اینا رو غرض ندارن. اینا وقتی که یک تهدید بر از اینا وجود داره، یگانه راه از بین بردن تهدید اقدام نظامی است از طرف امریکا. اینا اگر امریکا اقدام نظامی هم بکنه، پاش به یک جنگ مستقیم با یک مردم کشیده میشه که 9 سال در جنگ پخته شدن در مقابل عربستان، و حالا هم عقبهشان چین و روسیه و ایران است، به خاطر که دشمن مشترک دارن. از او خاطر حال که اگر در جوارد جنگ مستقیم شوه، امریکا خطرش است که باز هم خود هم متحدای خود و هم به خطر برده و هم آیندهش نامعلوم باشه که واقعا یار شکست داده میتونه یا نمیتونه. یک چیز است که اگر به بحث آینده باشه، آیندهشان حال در خطر است که یک بله تهدیدی به نام یمن تهدید میکنه، کشتیار نمیمونه، امنیت دریایی از بین رفته، کمپانی های تجارتی یعنی مرتب رای خود کش میکنن، یعنی تقریبا اقتصاد در حال سقوط است، آینده خو همیز دیگه خراب میشه. اینجا یک چیزی است که یعنی امریکا اینقدر ناتوان است که یک نقطه کوچک به نام یمن تو به حسابش رسیده نمیتونه. هوام در پیشان است، دریام در پیشان است، از نظر ظرفیت خودم در جنگ پیاده و چیزا اونا خب بدون امکانات خو نیستن. یعنی اصل ماجرا باید جای دیگه باشه. خب ماجرا ایست که اینا قدرت دارن، امریکا یک قدرت والاست، یک سوپر پاور است و نیم جهان فتح هم کرده، در چهار طرف جهان اینا پایگاه دارن. فرقی است که در دوره که اینا پایگاه سازی را شروع کردن، یک دوره بود که یک وقفه 20 ساله و 30 ساله به وجود آمد بعد از سقوط شوروی بود. وقتی شوروی سقوط کرد، امریکا دستش باز بود، هر طرف که میرفت در هر طرف جنگ باز میکرد، در هر طرف پایگاه میزد. حالا 30 سال از او گپ تیر شده، از او آزادی، آزادی یعنی چند سال پیش او آزادی خلاص. حالا چی شده که در مقابل از اینا ابرقدرت های مثل ایران، چین، روسیه استاد هستند؟ مشکلی نیست که اینا یمن زدن نمیتونن، یا یمن بسیار براتی میتونن بزنن، مشکلی است که کسایی که عقب یمن است یار قدرتمند ساختن. یمن خو یک وسیله است، اما قابلیت های یمن قابلیت یمن نیست، قابلیت روسیه است، قابلیت ایران است، قابلیت چین است که با برابری داره با قابلیت امریکا. امریکا با هر سلاحی که وارد عمله جنگ با یمن شوه، عین سلاح را میتونن در اختیار یمنی ها اینا قرار بدن که اینا جنگ بکنن. مشکلی نیست، مشکلی است که آل در جهان گلوبالایز شده جنگ بین یک کشور دو کشور نیست. هیچ وقت در هر گوشه جهان که جنگ میشه، در پشت از او کم از کم 10 کشور دیگه دخیل است. اکمالاتی که دوجا میشه 10 کشور دیگه دخیل است، یکی دیگه خود جنگ میندازن. و تو نیست که امریکا اولین بار است که تو قابلیتاش فرض مثال با آزمایش میره،
تونس. اونا فرض مثال اینا در ویتنام جنگ کردن، در ویتنام اینا شکست خوردن، اینا در کوریا جنگ کردن، در کوریا مقعد نشینی شد، دو کشور تقسیم شد. در جنگ های نیابتی، در جنگ های گوریلا امریکا تجربه خوب نداره، اما امریکا در جنگ های پراکسی، در جنگ های نیابتی یک تجربه خوب داشت، و هم بس خاطر از اینکه شوروی از صحنه برآمده بود دیگه، کسی در مقابل از جنگ های نیابتی نمیتونست بجز از ایران ضعیف. حالی که ایران در یک نقطه رسیده که جنگ های نیابتی را بسیار سر از اینا اتو شدت داده، شما در جنگ های نیابتی ببینین هیچ گروهی که فعلا در مقابل امریکا می جنگ روسی و چینایی نیست، کل ساخت ایران است، و چون تنها سرمایه گذاری نیابتی ایران در مقابل امریکا داره، اونا مجبور هستن که از ایران این چیز حمایت بکنن و همون نیروهای ایرانی رو در منطقه قوی بسازن تا در مقابل امریکا بجنگن. شما در خاورمیانه بجز از سوریه، گوام دولت سوریه بشار اسد یک دولت حمایت شده مشترک ایران و روسیه، ایران و روسیه است، بدون از اونم دیگه همه نیروها تحت حمایت سپاه پاسداران است. شما کدام نیروی چینایی یا روسی در اینجا میبینید که وابسته به روس باشه بدون از اینکه ارتباط با ایران داشته باشه؟ نه، سرمایه‌گذاری در مقابل امریکا فقط از نگاه نیابتی اینم یک ایران کرد، و اینم ایران است که امروز هم تمام وسایلش به کار میره، و یمن که بگم میزنیم، امریکا در مقابل یمن هیچ مشکل نداره. مشکلی که کدا جنگ یمن داره است که در عقبه یمن قدرت هایی است که میتونه امریکا شکست بده، یعنی یمن خود میتونه بزنه خود. یک چیز است که اینجا بحث، اگر بحث اما ظرفیت نیابتی سازی رو بگیریم، امریکا به قدرت عظیم دست اولی که داره، یعنی او قدر ضعیف است که در برابر از اینا لشکر نیابتی درست کردن میتونه، مرکب از جنگجویان کرایی، جنگجویان کل مافیای جهان با کار گرفته نمیتونه، مگر اینا داعش جور نکردن. و بله بله اعتراض خب در جنگ های نیابتی اینا دست خود بالا پاکستان داشتن. هم یعنی در پولی ما خود بله بله پاکستان یک کانگستر منطقه است، اینا را به کار گرفته نمیتونه. پاکستان مثلا 50 میلیارد دلار در دانش پرتک دنیا را در میتونه، این کار بله نمیتونه. این کار میتونه، مشکل چیز که این کار در زمانی که انجام میداد در او زمان مخالف قدرت هایی نبود که در مقابلش استاد شده از این کارش ممانعت، یعنی جلوگیری بکنن. حال یک دوری آمده که اینا در جنگ نیابتی شکست خوردن. امریکا 20 سال 30 سال در جنگ های نیابتی پیروز، 20 سال هم نه، از این دوران جنگ جهاد افغانستان که شروع شد جنگ های نیابتی بود، امریکا تقریبا نیم قرن این جنگ ها پیروز بود. نیم قرن بود، خب اینا خب به مراد خود رسیدن، شوروی را پس کردن، آمدن عراق و افغانستان را گرفتن، سوریه را برباد دادن و خاورمیانه را به آتش کشیدن. این حال یک دوره آمده که اینا در جنگ های نیابتی به یک فیز دوم یا سوم که رسیدن در اینی جستان شدن. در فیز دوم سومش چی بود که داعش بود، یا فیز اولش که مجاهدین و طالبان بود، بعد از او القاعده آمد، باز فیز سوم اینمی داعش بود. خب داعش که اینا آوردن، داعش خب موفق بود، دو کشور را فتح کرد، دو سال کشورهای کلان تیل هم داشت، منابع هم داشت، عراق سوریه دستشان بود. در مقابل از اینا که وقتی که سپاه قدس وارد شد، روسیه هم آمد اقدام مستقیم کرد، و دیگر نیروهای فاطمیون آمد، حزب الله در جنگ وارد شد، واگنر در جنگ وارد شد، جنگ نیابتی در گرفت. تقریبا این کاری که این شکست که امروز شما از امریکا میبینید شکست یک سال دو ساله نیست، این دوران 9 سال پیش 10 سال پیش شکست شروع شد که همون دوره است که داعش اینا جنگ داخلی سوریه شروع شد و بعد از او داعش اومد. داعش که اصلا پرید، داعش که شکست خورد، نیروهای نیابتی آمریکایی یا از افغانستان هم گریختن، باز از افغانستان به خاطر گریختن که می عقب نشینی که یا در خاورمیانه متحمل شدن، نیاز داشتن که افغانستان هم ترک کنن، و اوجا یک نیروی مثل طالبان در اوجا وارد کردن که بتانن که از یک طریق از او استفاده بکنن برای تهدیدهای آینده خود. اما وقتی که از خاورمیانه که اینا برآمدن، اینا بسیار زود دست به کارهای زدن که پای آمریکا پای روسیه را به جنگ بکشن. چرا وقتی پای روسیه را در جنگ کشیدن در اوکراین، اما چیزی که اینا توقع داشتن نشد، چیزی که اینا توقع داشتن نیست که پای از او بند شود، اقتصاد ویران شود، داخل فرو بپاشن، کودتا شود. اما نه، وقتی که جنگ در گرفت، اوکراین روسیه آمد زد، با وجود تلفات زیاد بود، تازه سر قدرتشان زیاد بود، نیروی نظامی روسیه بسیار قدرتمند بود، تیل هم داشت، دیگه ایران و چین و هندوستان هم در پشتش استاد شد، هم پیسه آمد، هم جنگ پیش برد و هم غرب شکست داد. در جنگ نیابتی امریکا فقط دو قدم پشتر افتاد، حالا چرا که نیروهای نیابتی بسیار کم بود داره، حالا نیروهای نیابتی از اینا فقط در سوریه است که یک چند تا از جبهات از یک شل نصره است، دیگه نیروهای دموکراتیک سوریه که میگن تحت حاکمیت چیز در سوریه، دیگه اینا کسی رو ندارن، پایگاه خود آوردن در چهار طرف بند کردن، حالا خودشان مستقیم هستن اونجا، کی یا نیابتی جور بکنن. داعش بود، داعش ختم شد، عربستان فرق ایف ایره فامید، امی داعش که شکست خورد، عربستان متوجه شد که جنگ باخته شده، رفت کرد روسیه و ایران تعامل کرد، حالا اید نمیخواه که در ائتلاف های امریکا شریک شود. امریکا عقب افتاده، فقط وقتش رسیده که تعامل بکنه. مشکلی است که این تعاملی که این دفعه امریکا بکنه به این حساب است که خود از این تا حد بیرون بکنن، اما در جز از این تعامل است که دیگه اسرائیل هم وجود نداشته باشه و خود از اینا هم تنگه مثل باب المندب و کانال سویز و هرمز تحویل
دشمن های خود بکنن که باز آینده در صورت یک جنگ بزرگتر اینا بتانن که تنگه ها را سر از اینا بند کنن. کنترل از دست نمیخواه به امریکا، اما کنترل دیگه باز ابدی نیست، امو کنترل گپ از است که در این جنگ در گفته مردم کابل در مرگ گرفتنش که در تو راضی شده. حالا ای اولین بار است که ایره خمه هست. اما رئیس رهبر روسیا به ارتباط عربستان یک گپ زد که تو فکر میشه که عربستان اینا دیر یا زود میزنند، به خاطر از اینکه عربستان هم آسمانش در اختیار ائتلاف ضد حوثی است، هم زمینش، هم تسلیحاتش که قبلا از امریکا خریده و هم از طریق زمین اکمالات میکنه بندر حیفا اسرائیل. بله رهبر حوثی گفت که این کشور، کنایه گفت، نام نگرفت، گفت این کشورها به جای رسیدن که برقص، آواز، مسابقه سگبازی و بسیاری چیزهای پیش پا افتاده مشغول هستند و کشتار بزرگ در فلسطین نادیده میگیرند. بله چیزی که میگه خب معلوم دار است که یا مصر میگه یا امارات میگه و مشخصا عربستان میگه. عربستان میگه. بنابراین اینجا خطر وار کردن سر عربستان زیاد می باشد. دلیل همی است که مثلا این تغییری که در دریای سرخ آمده، این تغییر الزامن و ضرورتن باید در روند جنگ حماس تغییر بیاره تا فشار سر حماس کم شود و اونجا اسرائیل مجبور به عقب نشینی شود. عزیز از این نقطه خب عربستان یک نقطه فشار داره که امو یمن است. آله ای کپی که اینا میزنن، خب اگر از هوای شما استفاده شد ما شما را میزنیم، یک مسیج است به عربستان که کوشش کن که هوایت از استفاده نشه. در اینجا ای حرفایی که این میزنه یک حرفه است که روسیه و ایران میخواه سر بالای عربستان بزنه. معنای گپ از اینا این نیست که او عربستان ما تو را واقعا میزنیم از بین میبریم، نه، میگه او عربستان اخطار برش میتن که درایت تغییر بده، یعنی بخی از امریکا جدا شو، بخی بیا به پیوند بر کامرای ما. اینطوری است، مسیج ای است که پایگاه را بیرون بکو، موضوع تا تغییر بده، بیاین چیزی که امریکا با تضمینات که امریکا به حساب امنیتی با تو میداد یا به حساب تسلیحاتی با شما میداد، دور چین و روسیه هم داده میتونه. فقط ایران رو میخوان که از یه راحت شون، و نمیخوان عربستان رو واقعا از بین بره، خاطر که اگر در عربستان جنگ شود باز جنگ گسترده تر میشه، بنا ایران و روسیه و اینا نیست جنگ عربستان، کوشش و ای است که عربستان رو منحرف بکنن، از طرف امریکا دورش بکنن از روی امریکا. از اون خاطر است که امریکا ائتلافی که وجود میاره میگه که نمیده و ائتلاف شامل نمیشه. مسئله زمینی از خاطری است که خب میگه که خط زمینی سو قرارداد هم بسته و میگه که خب این چیز است اجازه میده، تو نمیگه که نه من نمیمانم به حساب چیز بره. باز خود عربستان هم یک کشوری است که دست نشانده امریکا با بسیار از بسیاری حساب و امریکا اینا میتونه زیر فشار قرار بده از بسیاری حساب و اون نمیخواد، یا مال یک موقعیت پیدا کنه مثل ترکیه دار میخواد که دیپلماسی دو طرفه بکنه و خود از جنگ دور نگاه بکنه. عربستان از اون بازیگری که مثل یک زمان که یک بازیگر در منطقه بود، مثل که پاکستان یک زمان بود، از اون رول دیگه الان پایان افتاده و فقط بک رول اومده که کلارو طرف معامله بکنه، می تنش از سر خود کم کنه، دیگه هر کسی کار کار میکنه بکنه. اینطوری است خب عربستان دیگه نمیتونه جنجال بخوره. خب یکی اما راه های زمینی عربستان و امارات است. رهبر روسی میگه که ما یک درخواست دادیم به همین کشورها که رایتانه، رای زمینی تانه برای ما باز بکنین که ما ارتشایی که ثبت نام کرده رایس ارتش پیاده را از اینجا عبور بتیم بریم به جنگ غزه. ای خب ای چونین چیزی خب امکان نداره، یعنی در کل یک بهانه‌گیری نیست. خب بانگیری هست اما نه، رهبر حوثی که گفت ما درخواست دادیم، با این درخواست ما تو چیز نیست، فورس نیست که یعنی به زور سر کسی بقبولانیم، ما درخواست دادیم که شما به حیث مسلمان زمین های تا نواز بکنین، دمید هیچ کار دیگه نکنین، فقط سرحد آواز بکنین که ما امی سربازای ما رو مجاهدین ما روان بکنیم با جنگ به ضد فلسطین، چه ما مقه کار بکنیم. اما ما معلوم دار است که عربستان کار نمیکنه به خاطر که بازو اعلان جنگ واری سر چیز باز این کارای نمیکنه. خب حوثی را میفهمی، فقط میخواست که ایمیج عربستان از اینکه ذاتل خراب بکنه، بگه که این شما ما آماده هستیم، شما که در بغل گوش اسرائیل هستین و منابع هم دارین، کمک نمیکنین به فلسطین، و اصلا ضربه زدن به تصویر اسلامی بودن حکومت عربستان است که اونا دعوای چیز میراث خلافت دارن، میگه که تو اگه خلیفه باشین تو نمیگه، حتی گفت که شیخای شما چرا فتوا نمیدن، در دیگه گپاخ گفته بسا فتوا میدین، دیگه گپاخ فتوا نمیدین، معلوم میشه شما چی هستین. خب این دپایی که حوثی میزنه یک بخشش تهدید است، یک بخشش به تو سبوتاج است، سبوتاج چهره عربستان است،
و یک بخشش تو دیپلماسی است که ایران به دهانشان میمونه که این تو گپا را بزنیم، مثل که ما گفته که اسرائیل امریکا رو ما به گریه میاریم. یک طبقه بندی شده و یک اسکریپت واریس یک چیز، و این اسکریپت خود بسیار خوب ادام کرده و گپایی که زده بود بسیار مردم متوجه نمیشه، مردم های عادی، اما گپایی به مردم های عادی نیست، حرفی که میزنه با کلانا میزنه، کسایی میزنه که بازیگر از منطقه. از او خاطر پیام رهبر روسی ایتو وقتی که پیامش بشنوی ایتو اگر نام بدرالدین حوثی را عبدالملک برداری، اگر یکی از رهبران ایران بگیری یا یکی از نماینده های روسیه بگیری، همون متنی که نوشته شده تو بگویی که بخی عینی چیز است، بله یه حرف اونه باز یک در یک جای دیگه نوشته شده و بسیار سر فکر شده. مثلا بله میگه ابتکار امریکا که کرده در دریای سرخ یک حرکت برای حفاظت از خط کشتیرانی بین المللی در باب المندب نیست، برعکس بزرگترین خطر خود می حرکت امریکاست که به دنبال نظامی کردن دریای سرخ است، یعنی برعکس را خود امریکا مندازد. بله خب امریکا در استیتمنت خود گفته بود ما به دلیل ائتلاف جور میکنیم بخاطر که یمن شارک حیاتی تجاری جهان به خطر انداخته و ما نیاز داریم که یک ائتلاف جور کنیم که از مسدود شدن از تنگه خودداری شویم. حوثی در برابرش گفت که ما کسی دیگر را هدف نگرفتیم، تمام کشتی ها رفت آمد میکنه بجز از کشتی که به طرف اسرائیل میره و ما او را عملا گفتیم که ما این کار را میکنیم. ای که شما من میگین که نه بانه میکنین که ما به خاطر امی خشاره حیاتی اقتصادی تمام جهان است، از او خاطر جمعه ما چی بکنیم؟ ما گفته که جهان جنگ نداریم، اینجا بسیار از کشتی هاست که هر روز عبور میکنیم و ما با اونا کار نداریم، شما اصلا میخواین اینجا بین اسرائیل حفاظت بکنین و خودتان میخواین که منطقه جنگی شوه نظامی شوه وقتی که میخواین. خوب گفت که ما خاموده هستیم، هر رقمی که شما میخواین بانگیری ضرورت نداریم. روسی گفته که شما ضرورت نداریم بانگیری بکنیم، ما شما دعوت به جنگ کردیم، اگه جنگ میخواین یمن بلد هستیم، کشتی هایتان در منطقه است، پایگاهتان در منطقه است، بفرمایید جنگ بکنید. اما گفته این کاری که شما میکنین این سر خود امریکا اندازه که نظامی کردن این منطقه به دوش شماست. شما چرا کشتی های اسرائیل رو میمونین که به بندر حیفا بره، اما یک تا ترک نمیمونین که به غزه بره؟ معلوم دارست که جنگ از شما، گفته جنگ شما بین شما و ماست دیگه خلاص. آن روز یک از کشتی ها دینروس از کشتی های باربری اسرائیلی بود که به طرف اسرائیل باید حرکت میکرد، به حساب تضمین امریکا و از این باب المندب تیر شد تو اسرائیل زد، یه چیز یمن زد کد راکت، کد راکت که زدش و حسابات کرد. او یک نزدیکترین کشتی که از نزدیک از اینا بود به چیز تماس کردن که بین ما را کمک کنیم، کشتی چینایی بود در منطقه باب المندب، او به کمکش نرفت، اون تو در گرفته پیش رفت تا که امریکایی ها پیداش کرد. خب معلوم دارست بی جنگ ویزا جنگ شرق و غرب، اما بله بانگیری در اینجا من فکر میکنم زیاد از طرف ایران است، به خاطر که قسمی که گفتم کپیتالیزم اقتصاد جهان غرب وابسته به اینمی گذرگاه دریایی است و این گذرگاه دریایی میجوریتی از دست کشورهای اسلامی است، فرض مثال کانال سوئز است، گذرگاه هرمز است، باب المندب است، ملاکا است، گذرگاه اندونزیا مالزیا است، یعنی آنها گذرگاهی که در دست دیگران نیست، آفریقای جنوبی است، اما آفریقای جنوبی کدام حیثیت نداره از حساب بخاطر که بر بند اندونزیا و مالزیا بهره بند بکنه دیگه، تجارت از طرف چین به سود نمیره یا از امریکا آفریقای از طرف جنوبی نمیشه. رد کرده، گفته که ما با اسرائیل هیچ کمکی نمیکنیم. کی رد کرده؟ آفریقای جنوبی نه افریقای جنوبی با اونا کار نداره، گفته که ما میگه که صهیونیست است و بحکومش هم میکنه، اما کشتی ها رو نمیزنن، و کشتی ها رو خونه بگن که ما مسدود میکنیم، می کار نمیکنه وقتی دو موقعیت نیست عرب چیز خب افریقای این جنوبی. مجموعه اقدامات اتو باعث نشد که فشار سر حماس کم شود، یعنی شدت عمل ارتش اسرائیل بر علی غیر نظامیان غزه. ما وقتی که شدت عمل میگیم، ما علی نظامی های حماس، ارتش حماس، ما کدام شدت عمل ندیدیم که بله مثلا اسرائیل گفته باشه که بله این ما ارتش حماس یک بخش شما از بین بردیم، نابود کردیم، یعنی سلاحش، یعنی اجسادشان. در 2 ماه و 12 روز جنگ ما ندیدیم، نه جهان ندیده. پس این شدت عمل به طور قطع بر ضد مردم است، اما بازم بر ضد مردم که هر شب که ما میخوابیم، صبح که دوباره میخیزم اخبار رو دنبال میکنیم، میبینیم که 150-200 نفر تلفات اضافه شدن. این دنیا میبینه. بله و خب پس چطور این تحرکات باعث تغییر وضعیت در غزه نشد و در این حال عملیات حزب الله هم کاهش یافته؟ خب عملیات حزب الله تا یک حد کاهش یافته، اما عملیات هنوز هم جریان داره،
اما در غزه که از شدت عمل جنگ به اندازه رسیده کال بنبست است، وجود شدت عمل از نگاه نظامی وجود نداره و فقط بمباران هوایی وجود داره که مردم غیر نظامی را میکشن و خود از یک شکست نشان میدن. و اگر شکست نمی بود اینا در مصر نمی رفتن برن مذاکره. می که ما و شما صحبت میکنیم، هنیه اسماعیل هنیه در مصر است، اول رفته بود قطر امرای امیر عبداللهیان صحبت کرد، از جا به مصر آمد، حالا امرای اسرائیل در صحبت است که آتش بس بکنن. اگر اسرائیل قدر دست بالا می داشت هیچ وقت به مذاکره آماده نمی شد. اما حال شده، ولی یک مشکل دیگه به وجود آمده. اینجا آیت های اسرائیلی آمده به خاطر مذاکره برای آتش بس. نتانیاهو از طرف میگه که نه، جنگ تا زمان از بین رفتن حماس ادامه داره، هیچ نه مذاکره صورت نمیگیره. معلوم نیست که چطور این دو دپارتمنت از یک دیگه جدا شده. معلوم میشه که نتانیاهو رو سرش آمریکا یک تصمیم گرفته که آدم یک کم شور انداز است و هیچ قبول رای دیپلماتیک قبول نداره، امکان داره که آمریکا سرش حمایت ازش بند بکنه و یک کودتا یا یک تغییر نظام در اسرائیل به وجود بیاد، حکومت سرش در پارلمان اگه این پیچ شود بکشندش، یک کس دیگه بیاد تا که آتش بس شود. یعنی بین این کار کس دیگه هم که عوض ناتانیاهو بیه، فرقش با ناتانیاهو چی باشه؟ ما فکر نمی تو کنم فرقش ایست که گپ امریکا رو بگیره. امریکا نتانیاهو رو میگه که جنگ ختم کنیم، میگه نه، ما تا که حماس از بین نبردیم نمیکنیم و هیچ دستاوردی هم در مقابل حماس نداره. بایدن حتی در کاخ سفید گفت که من یه آدم دوست دارم، اما بسیار گپای ناق میزنم، یعنی که دور از قد گپ میزنه. به صورت خب اینم ادامه جنگ باعث شده که امروز امریکا رو وارد جنگ با یمن میسازه. امریکا نمیخواد با یمن درگیر شه، وقتی که میفهمه اقدام است و اقدام یک رنگ اسرائیل سر از این نزدیک قدم میره. خب تک از حزب الله گفتن ما گفتگوهای دیپلماتیک میکنیم، اگه نتیجه نداد باز ما جنگ میکنیم. با فعلا معلوم نیست که از با گفتگو شده یا نشده، اما میبینیم که زد خورد در دو طرف کم شده تا یک حدی. اما ای که چه دهی کدام گارانتی یا تضمینی وجود نداره که حزب الله یک دفعه دوباره عملیات سر از یاد سر بگیره. این حزب الله گروهی نیست که از جور به. اما در مقابل حماس اینا شکست خوردن، پیشرفت گپا ندارن و اگر پیشرفتی هم داشتن، هم آمدن یمن در وارد جنگ شد، هم یمن بسا وضع اسرائیل خراب کرد، چون میتونست حماس تا یک دوره بسا فشار هم داده بود. اما دیدیم که یک زمان ما شما چند برنامه گرفتیم گفتیم که حتی اسرائیل کم است که حماس بزنه دیگه، چون داخل غزه دار آمدن، هیچ کس دیگه هم نیست، یک حزب الله از بالا راکت پرانی داره خلاص. اما یک دفعه دیدیم که چیز یمن وارد جنگ شد، وارد جنگ شد، کشتی ها را گرفت، تنگه را بند کرد، راکت پرانی کرد در ایلات و حال کلا گیر اختار میده. حال به خاطر که سر اسرائیل امریکا فشار بیارن، امریکا ایران و روسیه جبهات مختلف سر از اینا باز کرده، روان است، یک شمی یمن است، در صورت نیاز حزب الله هم باز میکنه، در صورت نیاز سوریه هم باز میشه، در صورت نیاز عراق هم باز میکنه. در حالت فعلی فشار که سر اسرائیل است بسیار زیاد است. اسرائیل بسیار از فشارهای خود پوت میکنه، یعنی فرض مثال یک فشار رو پوت نکرده اقتصاد است، فشار اقتصادی بسیار سر زیاد است و خودشان هم گفتن که از زمانی که یمن این موضوع رو گرفته اقتصاد ما بیخی با ویرانی برابر شده. اما چون هنوز هم اکمالات و پیسه و گپاش از طرف انگلیس و آمریکا می به خاطر جنگ، اما وقتی که جنگ خلاص شده دیگه اسرائیل تو زیربنای اقتصادی دیگه نخواد داشت. اما یک مشکلی که دی وجود داره می جنگ دریایی را که ما صحبت کردیم، خب در جنگ دریایی هم از می خلیج فارس گرفته، می دوره که بکنیم بحر عرب، خلیج عدن و دریای سر حوزه ایران شده، حوزه نیابتی ایران اصلا از دست آمریکایی‌ها تقریبا بیرون برآمده. یک خلیج فارس هم با وجود که زیر ریش ایران است، اما اونجا بازم تقسیم از قدرت به خاطر که آمریکایی‌ها در اونجا حضور داره، اما در صورت از اینکه در بحرین کودتای صورت بگیره و یک مشکلی به وجود بیاد، باز او هم از دستشان میره. در بحر مدیترانه ما فکر میکنم یک آنها کسی که قدرت داره میتونه حزب الله داشته باشه. اگر در صورت نیاز یا جنگ بین حزب الله و اسرائیل عین موضعی را حزب الله بگیره که بگه که ما هر نوع کشتی به طرف پورت حیفا بزنیم، باز وقت بحر مدیترانه هم بند میشه. بر میدانان که بند شد دیگه، باز اسرائیل دیگه از نگاه اقتصادی و از نگاه بخیر دیگه فکر کنیم بلاکید محاصره میشه دیگه، راهی به آمدن به طرف اسرائیل دیگه نخواهد بود. خب در صورتی که جنگ بشه، جنگ دریایی یک جنگ نو است، یک دریایی نیابتی. ما می فکر میکنیم که برای اولین بار است که این ابتکار از طرف ایرانی ها شروع شده، کنترل دریا را گرفتن که از می تنگه باب المندب شروع شده. آینده ما فکر میکنیم جنگ های دریایی بسیار کلان میشه و حتی تا کیوبا و ونزوئلا میرسه. شاید اصلا نشود. یک مورد دیگه هم هست، به خاطر از اینکه وضعیت طوری است، مثلا خود کاهش عملیات حزب الله نشان میده که در عقب صحنه تماس های بین ایران و امریکا در جریان است، به خاطر از اینکه امیر عبداللهیان گفت که امریکایی ها کوشش داره که خود از جنگ بیرون کنند. خب به این ترتیب که است، یعنی از بوی یک تعامل مخفی میده سخنان امیر عبداللهیان، اما در این حال ما ببینیم در عرصه تبلیغاتی در زبان رهبر حوثی کلماتی را گذاشتن
که حتی یک ابرقدرتی طور نمیگه. مثلا بله میگه که چیزی که ما همیشه از روز اول خواسته بودیم و آلی هم میخواهیم راه اندازی یک جنگ مستقیم با امریکا و اسرائیل است، نکت نیابتی هایشان. ایوی آه. ملک حوسی میگه خب ایخو امون پیام است که روسیه و ایران برازه بر امریکا میده که به صورت که جنگ ادامه پیدا بکنه، این یک گزینه است که شما رو در یمن وارد جنگ مستقیم بسازیم. این یک گزینه دادن در حالی که امریکای گپا را میفهمه خو نمیخواد که امریکا کده هم یمن درگیر شود. من سابق هم گفتم مال هم میم که امریکا هیچ مایل نیست وارد جنگ مستقیم با هیچ کشوری شود، خاصتا در خاورمیانه که چهار طرف نیابتی یا ایران پر است. خب از نگاه دریایی که گفتین شاید جنگ دریایی نشه، جنگ دریایی حتمی است بعد از اینکه حالی که انصار الله تک تهدید بر اولین بار در تاریخ به وجود آورده که یک گروه نیابتی تانسته که دریا را مسدود بکنه سر دشمن ارباب خود. یک خود از این آغاز یک نوع چیز نیابتی از یک نوع روند نو از جنگ های نیابتی است. امروز دیگه شروع شده، فردا در هرمز خواهد بود، دیگه سبا در کانال سوئز. امکان داره. خب کانال سوئز زیاد سرش تبصره نمی کنم، اما قدر میگم که کانال سوئز یک منطقه ای است که در چهار طرف از او مناطقی وجود داره که اخوان المسلمین در اوج بسیار دست بالا داشت از سابق، از جمله جزیره سناک است. اگر در صورت تشدید جنگ یا پسان هر رقم مشکلی که در خاورمیانه می و اخوان المسلمین که کنترل یک منطقه را در مصر بگیره، باید از این نقاط شروع شود و بسیار خطرناک است. به هر صورت او مسئله بعدی است. سر سخنان امین تکه تکه پاره پاره سخنان عبدالملک حوثی که ما میبینیم کاملا سخنان است تهدیدآمیز و تحریک آمیز، یعنی مثل بله که پیش چشم یک نرگو تو نوار سرخ تو تکان میدی، نوار سرخ تکان میدی. این سخنان حوثی رهبر حوثی امی است. مثلا میگه که امریکایا نیروهای نظامی خود به یمن میفرستن، برشان بگوین که به خدا قسم که سختتر از او چیزی که در افغانستان سر شما آمد یا در ویتنام ما سر شما میاریم. بله خب بازم برمیم که پیام ایران و روسیه هست. حوثی سراسر گپایی که زد تهدیدآمیز بود و در تهدیدهای خود دیگه از کسی نام نگرفت و فقط امریکا و انگلیس گفت، امریکا و انگلیس و اسرائیل. اسرائیل هم بسیار کم گفت، بسیار امریکا زیاد گفت. خب اونا خب معلوم دار است که اینا به خاطر امریکا جور شدن و دیر ریاضتی امریکا باید با اینا یک کاری بکنه. خب یمن هم متونیس که آسیب پذیر نباشه. فرض مثال روسیه در هنوز هم در درگیر جنگ یمن داخلی رو هستن. تومه دادن، تومه است، یعنی در این تومه جنگ خواهد. کلان تومه است که از گلو باز پایان نمیره. خب پلان ایران و روسیه ایست که چون در تاریخ هیچ نیروی بدون شکست نظامی مستقیم در یک جغرافیه از اونجا بیرون نشده، عقب نشینی نکرده. خود شوروی با جنگ مستقیم شکست خورد برآمد، انگلیس هم در جنگ های مستقیم شکست خورده برآمده، امریکا هم باید در جنگ مستقیم شکست بخوره تا که مجبور شود که از منطقه برایه. امریکایی را میفهمه که اگر جنگ از نیابتی به مستقیم رفت، در جنگ های گوریلا اینا شکست میخورن، به خاطر که جنگ گوریلایی در تاریخ کسی هیچ قدرتی ندانسته که کشور بگیره اونجا جنگ گوریلایی در گرفته باشه و اینا دانسته باشن اونجا پیروز شوند. به این اندازه است. خب از جمله که افغانستان است دیگه، شا ویتنام اخ کلی خبر داره و خود شوروی رو شما خبر دارین که افغانستان نمتو پاش بند شد. حال اینمی دامایی که یک زمان امریکا استفاده میکرد بسید دیگر، حال این داما آیسته دست ایران و روسیه افتاد. از جمله افغانستان هم آیسته آیسته به می دام تبدیل شده، به پاکستان، به عراق و سوریه به دام تبدیل شده، به ایران، به امریکا. خود اسرائیل در دام حماس و حزب الله افتاده، ولی یمن هم عربستان و امریکا را در وجود قد یمن هم در یک دام انداختن. خود دام سازی است. امریکا میفهمه که مجردی که اینا وارد جنگ مستقیم شوند آغاز شکست است. آغاز شکست است. وقتی در یک جا شکست خورد از دیگر جا باید برای و این خواهد امید خب روان امید تاریخ که تغییر میکنه، به حساب امید تغییر میکنه که یک قدرت سر جهان هجمونی داره، یک قدرت دیگه او را پرتاب میکنه جایش میگیره، باز قدرت دیگه ای پیدا میشه که او را پرتاب میکنه دیگه جایش میگیره. اما آله تغییراتی که به وجود آمده است که مالتی پولار ورلد که یا میگن نظم نوین جهانی، آل خو امریکاست نه قمت یک کشور بسیار قدرتمند که هر کاری که دلش میشه در هر گوشه دنیا، در بغل گوشه روسیه، در بغل گوشه چین، در بغل گوشه ایران پایگاه داره بدون از یک کدام چالش باشه. و این تنها امریکا بود که کل جهان در دستش بود. خب آنها که قدرت های دیگه پیدا شده، خب ظاهر است بسیار طبیعی هم است که هر قدرت ابر قدرتی که برابری میکنه با امریکا، باز اقدامش همین میباشه که جایگزینی بکنه و جای امریکا را خالی بکنه و یکان جای را از پیش آشسته بگیرن. یا مینیمی تک وضعیت است. امریکا دست یکی از ابر قدرت های جنگ سرد است. شوروی خاکسپار شد رفت،
اگر امریکا به مشابه قبلی خود باقی مانده که او هم باید همین شیوه اکسپایر شود بره و وارد یک نظم نوین جهانی شوند که می گیم تغییر بکنه، می بازی تغییر بکنه به یک شکل دیگه. این رقم ادامه داده نمیتونه که هر طرف جنگ پرتن و دیگرها رو به خطر بیاندازن، کسی یار چیز نگوید. نیست امکان داره خب که در تاریخ تو چنین چیز امکان نداشته. خب اینجا مطالبه اصلی روسیه ای است که فشار سر عماس کم شود، کشتار قطع شود، آتش بس شود. اگر فرزن این مذاکراتی که در مصر دوام داره، در قطر، در اینجا، یعنی منتج به این شود که اسرائیل حاضر به آتش بس شود، در اون صورت خطر حوثی ها کم نمیشه؟ خب خطر حوثی ها کم میشه. خب حوثی ها موضعشان مشخص است، از غزه براین بان اینکه چیز کمک های بشر دوستانه وارد غزه شوه و جنگ متوقف کنید. وقتی شما متوقف کردین، ما موضع خود دریا اعلام میتونیم، راکتها رو جمع میکنیم، شما میتونید که تجارت بکنید. اسرائیل گفته، اما در صورتی که شما هم نانو بند کردین، هم مردم کشته میرین و هم جنگ ادامه میدین، شما چه توقع دارین که ما بخوایم شما از ایران اکمالات بکنین و از رای ما؟ خب دیگه کشورهای کار میکنه، خود از ایران میکنه و دیگه کشورها که هست متاسفانه اونا کل از دست نشانده امریکا هستن و میتونن در بغل استاد شون، گفته داشته چک چک بکنن به امریکا، ما ایره قبول داریم، اما کسی نمیتونه مانع ما شه و ما هر کاری دل ما شه میکنیم تا زمانی که میرقم است. اما تهدید از یا ختم نمیشه، یعنی شروع تهدید است. چی گارانتی وجود داره در خاور میانه دیگه جنگی وجود نداره؟ یگانه جایی که ما گارانتی میتونم که جنگ همیشه ادامه داره خاور میانه است. خب اینال امی پیشتر گفتیم که تهدید حزب الله کم شده عملیاتش، و وزیر دفاع اسرائیل چند بار برای حزب الله گفته بود که ما امو روزی را که در غزه آوردیم سر لبنان هم میاریم. این نزدیک بوده، اسرائیل نزدیک حزب الله است، طرف مقابل حزب الله را کمک مثلا سرد ساختن جنگ، در عوض در از یک آدرس دیگه جنگ بسیار داغ کردن که اونجا اسرائیل دسترسی نداره، یعنی مثل یمن حزب الله را ماندن که اینا بهانه گیری میکردن، میخواستن که لبنان بمباران کنن، بسیار ببرن جنگ به اون طرف که توجیه جنگ حماس هم شود و حماس هم دمی خلال بزنن. این پلان ظاهرا خونسا شده. اینا چه کردن؟ ازبلا را موندن، اینا گفتن خود آرام بگیر، از محل دورتر، از پایگاه دورتر تهدید است دو برابر ساختن، که مثلا اسرائیل یمن را زده نمیتونن، نه تیاریش میرسن، نه زورش داره و نه هیچ. اینا تکتیکا به این شکل روان است. اگر آتش بس میشه، یعنی این برنامه ای که ریخته شده با کجا میره؟ خود آتش بس اولش یک تعریف داره، شکست اسرائیل. بله، آیا او حاضر میشه که در قدم دوم هم شکست بخوره و برش گفته شده پسان که غزه را ترک بکن، و اگر ترک نمیکنی باز تهدید از یمن شروع شود و جنگ خود حزب الله شروع شود از این طرف و خود حماس هم، یعنی یک نوع نفسگیری نیست؟ تو یک رقم نفس میگیرن تا خیز بعدی. خب بله، یک دفعه قبلی وقتی که آتش بس شد و بعد از اون آتش بس شکست، جنگ در دو طرف تجدید شد. حزب الله هم جنگ شدت داد، حماس هم قدرت جنگیش پیشرفته شد و اینها حتی در غزه تلفات اسرائیل هم بالا آمد و یمن هم وارد جنگ شد وقتی که آتش بس قبلی شکست. حالا که اینا وارد گفتگوهای دیپلماتیک مذاکرات آتش بس شدن، آتش بس حماس موضوعش بسیار ساده است. از یه برای با این کمک های بشر دوستانه بیاید و زندانی ها را ایلا بکنه، حماس اینی را میگه. اسرائیل که یار بپذیره خب معلوم داره شکست پذیرفته، و اگر نپذیرام شکستش دوام داره، در اوجه کنم دستاوردی نداره. حالا من فکر میکنم که اگر این دفعه اینا آتش بس نشد یا آتش مذاکرات شکست بخوره، جنگ از این قدم شدت پیدا میکنه، حزب الله از این قدم امکان داره که جنگ بسیار شدیدتر بکنه، یمن امکان داره که بسیار عملاتش و موضع گیریش شدت پیدا بکنه. در صورت دیگه باز امریکا مجبور میشه که او هم چیز موضع گیری خود شدت پیدا کنه، و اگر امریکا با وجودی که نمیخواد وارد جنگ مستقیم شوه، شاید وارد جنگ مستقیم شوه، چون اسرائیل نمیتونه از دست بده. اسرائیل خب گفتم که یک خونجوش مردم است، یک خونجوش مردم هم هستن که تو گفته امریکایی ها که منطق خود در تورات بند کردن، یعنی یک وقتی که میگه که خواهی شکست
شکست نظامی یعنی آمدن که میگه چیزی که دوست در عزیز که خط فکر از شما نظامی بکنه که چیزی تاب که در آماس خط نکنه از که ما مشت میکارم اینا داره. میکنم اینطور میگه. آه گفت اینا گرنگ از قبل گپ میزنن و اینا هیچ فکر نظامی هیچ فکر منطق سیاسی و دیپلماتیک ندارن و از این خاطر است که امریکا به سبب تشویش است. امریکا میگه اینا قدر رادیکال هستند که حال خود ما را به خطر انداخته، اما این امکان نداره. بدون اکمالات امریکا اسرائیل جنگ برده نمیتونه، حتی جنگ 2 روز دیگه هم ادامه داده نمیتونه امریکا برای زیاد اکمالات اگه نده. باز ما از او فکر صورت میکنم است اگر که امریکا مجبور شوه این کار را میکنه. ما فکر میکنم که امریکا اگر در صورتی که دید که یا عقب نشینی نمیکنن و تمام منطقه را به خطر انداختن و متحدای امریکا را اساسا از امریکا دور میسازن به حساب ادامه جنگ، بازو پشت خالی میکنه، محکومش هم میکنه، باز میگه که عقب نشینی، حتی امکان داره نتانیاهو را به محاکمه بکشن. خب فقط ناتانیاهو مهم توجه نیست، او نه او توجیه هر توجیه کسی که یعنی که امریکا بگه که ما نیستیم. هر کسی که در کابینه جنگ اسرائیل است 10 برابر ناتانیاهو است در برخورد با مردم چون غزه. به خاطر که یک کسی را ملامت کنن یک چهره را استفاده میکنن تبلیغاتی خب که یعنی اینی اینا دنبال یک قربانی میگردن که طوق آه لعنت گردنش بیاندازن. اونو نتانیاهو هست دیگه. اما در خب تشکر، در این پایان صحبت ما ایتو تصور میشه که اسرائیل هرگز به موقعیت گذشته بر نخواهد گشت و یک دوره زوال شروع شده که فعلا زوال نسبتا نامحسوس معلوم میشه، اما این زوال توقف ناپذیر خواهد بود به نظر میرسد. با تشکر از شما، با تشکر از بیننده های عزیز در هر جایی که هستین، شما را ما به خداوند میسپاریم تا مباحث بعدی.